درود میگم به همه بینندگان و فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده هفتگی برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس ارگورا که امشب طبق معمول در این برنامه حضور دارن و ما از صحبت هایشون استفاده میکنیم. خوش اومدی بانو آرتمیس عزیز، درود بهت. سپاسگزارم از شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی و نوزای ایرانی. زنده باشید شما. بانو آرتمیس، جستار امشب در مورد این هستش که چرا جمهوری اسلامی همواره در پی سرکوب و ویران کردن زنان ایرانی است. البته هممون میدونیم که جمهوری اسلامی دشمن تمامیت ملت ایران، تمامیت ارضی ایران و هر آنچه که بوی ایرانیت میده هستش، اما تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان در ایران در طول این 43 سال همیشه بیش از مردان بوده. میخواستم صحبت های شما رو در این زمینه بشنوم. سپاس از شما بانو افسانه گرامی. همونطوری که خودتونم اشاره کردین، ما میدونیم که خب در این 14 دهه و اندی گذشته تمام مردم ایران به طور کلی، از زن و مرد و کودک و بزرگ و پیر و جوان و حتی میتونیم بگیم که مسلمان و غیر مسلمان در کشور، در واقع زیر ستم و بیداد این حکومت جنایتکار اسلامی بودند و این مختص یک گروه خاص یا یک مردم یک بخش خاص ایران هم نبوده. به ویژه با این اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده، شما میبینید که از خوزستان گرفته تا شهر کرد، نمیدونم کرمانشاه، اصفهان و خیلی از جاهای دیگه، هنگامی که مردم اعتراض میکنند و در صدد در واقع سرنگونی این حکومت هستند، از همه جای ایران برمیخیزند و این اقدام بارها و بارها در دست کم یک دهه گذشته انجام شده و این به ما ثابت شده که فقط یک بخش یا یک گروه خاص زیر ستم مستقیم و غیر مستقیم این حکومت نیستند، بلکه 80 میلیون ایرانی در هر کجا از چهار گوشه این میهن زیر این ستم هستند و دارن شبانه روز سرکوب میشن و به چنان فلاکت و بدبختی زندگیشون افتاده که دارن در قرن 21 دوباره باز میگردن به دوران کوپن و جیره‌بندی خوراکی و جیره‌بندی نمیدونم مایحتاج اولیه زندگی مثل آب و نونشون. حالا نکته‌ای که اینجا هست و بسیار هم مهمه ما بدونیم اینه که زنان ایران در چندین سال گذشته هر جایی که مبارزاتی شده، ما دیدیم که زنان در صف مقدم هستند و به ویژه خود این حکومت در دوران روحانی در مرکز مطالعات استراتژیکشون یک پژوهشی کردند و یک آماری گرفتند و خودشون اینو اعلام کردند که نیمی از ایرانیان با حجاب اجباری مخالفت دارن. یعنی شما حتی اگر در نظر بگیرید که نیمی از ایرانیانی که مخالف بودن زنان بودن، این نشون میده که یعنی واقعا تمام زنان ایران مخالف یک همچین ستمی که بهشون میره، که حالا از حجاب یک بخشش یا یک شاخش حجاب اسلامی است و خودش شامل موارد بسیار گسترده نقض حقوق انسانی زنان ایران میشه رو شامل میشه. هیچ جای تعجبی نداره که از سال 2017 که ما شاهد بودیم که اون بانوی جوان ویدا موحد که در ایران روسریشو بر سر چوب کرد و بی‌حجاب شد و این به صورت خیلی گسترده در شبکه‌های اجتماعی ایران و جهان پخش شد، نشون داده شد که زنان ایران چه اندازه در مبارزه علیه این حکومت پافشاری می‌کنند و استوار هستند و چه اندازه از همه چیز، حتی جانشون رو روی خط، یعنی حاضرن جانشون و گردنشون رو روی خط بگذارن، به اصطلاح خط مقدم میذارن و برای به دست آوردن حقوق انسانیشون و برای زندگی از دست رفتهشون در 14 و نیم گذشته تلاش میکنن.
اتفاقی که داره میفته نشون داده شده در جنبش های اخیری که در ایران انجام شده. در هر سری از این جنبش ها و اعتراضات و مبارزات مردمی شما میبینید که زنان فقط نمیان توی خیابون ها، حالا مثلا در تجمعات فرهنگیان یا در تجمع کارگران یا در تجمع پرستاران برای حقوق صنفیشون در واقع اعتراض کنند. آنچه که کاملا قابل رویت هست اینه که زنان فراتر از مطالبات شغلی و کاری و نمیدونم حضور اجتماعیشون به تنهایی فقط مبارزه میکنن. آنچه که زنان بیش از مردان در این چند دهه تجربه کردن اینه که زندگی کردن به طور کلی از زن ایرانی گرفته شده، کار کردن گرفته شده، تحصیل کردن گرفته شده، در رشته‌هایی که دوست دارن نمیتونن وارد اون به اصطلاح حرفه هایی بشن که ممکنه دلشون بخواد و محدودیت های گوناگون سر راشون گذاشته میشه. از نظر مسائل دادگاه و دادگستری و حقوق قضایی ما میبینیم که تمام قوانین به زیان زنانه، حالا از قانون ارث، قانون حضانت فرزند، طلاق و بسیاری از مسائل دیگه که براشون اتفاق میفته مثل خشونت های خانگی یا بالاخره اتفاقات ناخوشایندی که ما هر روز در گوشه گوشه ایران میبینیم، زنان متوجه شدن که اتفاقی که داره شون میفته خیلی فراتر از یک یا دو مورد یا سه مورده و کلن در چارچوب این حکومت، در چارچوب این قانون اساسی زنان بیشتر از مردان متوجه شدن که به هیچ جایی تلاششون و مبارزاتشون در جهت تغییر قوانین یا بهتر کردن اوضاع زنان هرگز به جایی نمیرسه. اما این مبارز بودن زنان ایران و این در واقع دلاوری زنان ایران محدود به این چهار دهه نیست. شما اگر در تمام تاریخ ایران نگاه کنید، در تاریخ پیش از اسلام که میبینید زنان همواره نقش بسیار مهمی بازی میکردن در حرکتها و فعالیتهای اجتماعی، حتی در ارگانایز کردن و سرپرستی و رهبریهای سیاسی یا ارتشی یا اقتصادی در مقیاس کلان در ایران، و این نمونه هاش در تمام شواهد تاریخی ما دیده میشه که زنان چگونه در کنار مردان بدون کوچکترین تفاوتی با در واقع با مردان در همان زمان کاملا دنبال در واقع فعالیت ها و حقوق اجتماعی بودند و چگونه مؤثر بودند، نقش مؤثر ایفا میکردند در ایران پیش از اسلام. در دوران پس از اسلام هم با وجود یورش تازیان زنان ایران همیشه شیرزنانی بودند که در تمام مبارزات ما اینها رو سایه به سایه مردان دیدیم، در زیر تمام اون فشار تازیان و در زیر تمام اون ستمی که به مردم ایران رفت. در تاریخ ایران شما میخونید شهرهایی که یکی پس از دیگری مبارزاتشون جلوی به هر حال تازیان پابرهنه با شمشیرهای در واقع آخته حمله میکردن، زنان بسیاری مبارزه کردن، ایستادن. در شهرهایی که شکست خورد خون زنان بسیاری دوشادوش مردان ریخته شد و جلوی تازیان تا سالها تا صدها ایستادگی های بسیار درخشانی کردند. و حتی پس از اون شما امثال یعقوب لیس ها دیدید، امثال بابک خرم دین ها دیدید که تمام اینها از دامن شیرزنانی در می اومدن که در روح بچه هاشون، در خون بچه هاشون این میهن پرستی، این دلاوری و این مبارزه برای آزادی رو تزریق کرده بودن و یاد داده بودن در واقع به بچه هاشون. در چندین سال گذشته ای که در ایران کنونی ما داریم میبینیم، یه نکته دیگه هم قبل از که به حال حاضر برسم، اگر یادتون باشه در ماجرای انقلاب مشروطه زنان بسیاری دوشادوش مردان ایستادند و هنگامی هم که دیدین ماجرای مثلا تنباکو پیش آمد یا ماجرای بانک ملی برای اینکه نخستین بانک ایران رو میخواستن تأسیس کنن، زنان چگونه رفتن و تلاش
طلاهاشون رو دادن، یا در تمام مبارزاتی که در انقلاب مشروطه روی داد زنان رو دیدید ایستادن و دیدید نشریات زنان چاپ شد و مبارزاتی که زنان انجام دادن، و هنگامی هم که رضا شاه بزرگ آمد و این کشف حجاب رو در واقع به صورت قانونی در ایران تصویب کرد و اجرا کرد، دیدید که زنان چگونه ایستادند پشت این تصمیم رضا شاه و از پیر و جوان در واقع وارد شدند و استقبال کردند و آمدند و مدرسه رفتند و در واقع به نوعی میشه گفتش که این همت خود زنان ایران هم قابل توجهه، که زنان بسیاری مانند قمر که در آن زمانی که حتی هنوز کشف حجاب قانونی نبود چگونه تلاش میکردند که حجاب از سر بردارند و بر روی سن برند و با رشادت هرچه تمامتر در جامعه‌ای که تا بیخ گلو مرد سالار و زن ستیز بود و اسلام زده بود بر سن بخوانند و صدای زن ایرانی رو به گوش هم میهنان خودشون رسوندن برای نخستین بار. خب اینها همه نشون میده که زن ایرانی زن معمولی نیست، زنانی به شدت از نظر اجتماعی و سیاسی فعال هستند. و حتی من میخوام اینم بهتون بگم که اگر که یادتون باشه در آغاز این شورش 57 ما زنان بسیاری داشتیم که مخالف انقلاب ایران بودند و حتی اگر که تک و توکی از مصاحبه های آن دوران باقی مونده ببینید زنانی بودند که مخالف بودند با اینکه انقلاب بشه، حتی زنان کوچه و خیابون که باشون مصاحبه میکردن، حتی بعضی از این زنانی که مثلا زنان از طبقات پایین تر بودند، حتی یک چادر مثلا نمازهای گلگلی و چیتی هم بر سرشون بود میومدن و جلو دوربین میگفتن ما نمیخوایم انقلاب بشه، ما نمیخوایم شاه بره، ما نمیخوایم آخوند بیاد. و اینا نشون میده علارغم تبلیغاتی که تمام این 44 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد بکنه و خواست به مردم بقبولونه، همون گونه که خواستن به مردم بقبولونند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال سپاه اسلام رفتند و اعراب رو به کشور خودشون آوردن، همین دروغ ها رو هم در آغاز شورش 57 گفتن که بله تمام زنان روشنفکر ایرانی دنبال این بودن که انقلاب بشه، در حالی که نه چنین چیزی نبود. اون لچک به سرانی که شما در خیابان‌ها دیدید در آغاز انقلاب، یک سری بسیار زیادشون از همین مجاهدین و چپی‌ها و نمیدونم این ملی مذهبی‌ها و این افرادی بود که در واقع میشد گفت یک مشت افراد توهمی، یک مشت افراد مزدور وابستگان به بیرون از در واقع میهن و این افراد خردباخته‌ای بودند که الکی نام روشنفکر یا نام فعال سیاسی رو بر خودشون گذاشته بودن و همه با هم از مصدقی و چپی و مجاهد و دیگه خودتون بهتر می‌دونید این ملی مذهبی و اینها چگونه ایران رو به این عرصه هلاک و به اصطلاح این ورطه خطرناک نابودی سوق دادن، در حالی که ما در همان زمان در تمام ادارات، در تمام وزارتخانه‌ها، در تمام ارکان دولت، در سفارتخانه‌ها چه تعداد زنان تحصیل کرده فرهیخته روشنفکر داشتیم که اصلا دلشون نمیخواست انقلاب بشه و اصلا دلشون نمیخواست نظام پادشاهی از ایران برکنده بشه، و اصلا خیلی از اینها تقریبا میشه گفت بیشتری این زنانی که در واقع جز اقلیت خاموش بودن و صداشون نرسید به جایی، زنان واقعا فرهیخته و تحصیل کرده و روشنفکری بودن که متاسفانه در اون گردابی که شورش 57 رو با برنامه ریزی میخواستن ایجاد بکنن، جمعیت بسیاری از این زنان واقعا فرهیخته ایرانی اصلا به کناری رانده شدن و اجازه حتی ندادن صدای اینها شنیده بشه و با اون پروپاگاندا و مدیای دروغین تمام تمرکزها رفت رو اون لچک به سران مجاهد و نمیدونم مارکسیست اسلامی و از این بازی هایی که شما
در اون روزگار دیدید و یک عده واقعا میشه گفت نادان بی مغزی که به اصطلاح روشن فکر نما بودند و نام خودشونو حالا مثلا میذاشتن روزنامه نگار یا نام خودشونو میذاشتن نویسنده یا استاد دانشگاه امثال اون سیمین دانشورها یا نمیدونم هماناتقها یا خیلی از اونهایی که در آن روزگار داعیه روشنفکری داشتند و اصلا نمیدونستن دنبال چی هستن و دارن چه غلطی میکنن و کشور رو به کجا میبرن و خیلی از اونها رو هم دیدیم که بعد از این شورش 57 همشون بیشترشون به غلط کردن افتادن و آمدن و برکشن گفتن که ما اشتباه کردیم، ما اصلا نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم، ما اصلا نمیدونستیم چه خبره، ما شستشوی مغزی داده شده بودیم، ما رو گول زده بودن و دیدیم که دنبال یک مش توهمات و رویاها و خیالات غیر واقعی در واقع حرکت میکردن. اما یک نکته خیلی مهم اینجا بانو افسانه، جمهوری اسلامی نه تنها تلاشش بر این هست که در واقع خب تمام مبارزین واقعی و مخالفین خودش رو تلاش داره که سرکوب بکنه و میکشه و شکنجه میده، به زندانها میندازه، همونطور که در تمام این سالها دیدیم عده بسیاری از زنان فرهیخته و روشنفکر و مبارزین واقعی ایران رو ربود، حتی خیلی از اینها رو شکنجه داد، خیلی از اینها رو کشت و سربنیست کرد و خیلی از اینها هم سالها دارن در گوشه زندانها میپوسن. اما یادمون باشه علت این که جمهوری اسلامی تمام این خشونت رو خیلی خیلی بیشتر حتی از اندازه‌ای که در حق مردان داره انجام میده از زنان انجام میده و کاری که در واقع داره میکنه، میخواد این رو در واقع نشون بده که هر کاری شما بکنید حریف اسلام نمیشید. یعنی میخوان این رو به زن بقبولونن که شما هر کاری بکنین سنبه انقدر پرزوره که شما نخواهید تونست با حکومت اسلامی و اون اسلام غالب بر جو ایران کنونی فائق بیاین. از این روی هم هست که حتی خیلی از زنانی که اینا هیچ دیگه ندارن برای اینکه بهشون بچسبونن، حتی بانوانی که فعالن مبارزن و خوشنامن، شده بازی کثیفشو که دقیقا در این 14 و اندی ادامه داده این که شایع سازی بکنن، این که دروغ سازی بکنن و دروغ پراکنی بکنن رو تلاش میکنن انجام بدن. به عبارت دیگه اگر فقط مردان مبارز رو جمهوری اسلامی میگیره یا حالا میزنه یا میکشه یا شکنجه میکنه، زنان رو علاوه بر این که اینو به سرشون میاره سعی میکنه به طور ناموسی و اخلاقی هم تخریب بکنه. ببینید این کثیف‌ترین سیاستی است که جمهوری اسلامی داره. شما کمتر میبینید یک مرد مبارزی رو که حالا مثلا مبارز حقوق کارگریه یا مبارز مثلا برای حقوق فرهنگیان مثلا دارن مبارزه میکنن یا مثلا امثال پویا بختیاری و پدرش و امثال هم رو که میگیرن، حتی موقعی که این گونه افراد رو اینا میگیرن و شکنجه میکنن یا میکشن، شما نمیبینید که از اینها مسائل اخلاقی بسازن در بیارن. اما دقیقا این نکته رو برای زنان انجام میدن. برای چی؟ برای که میدونن اینا که جامعه مرد سالار زن ستیزی که برای 1400 سال زیر بمباران اسلامی بوده و الان همه چیز براش در مورد زن در زمینه جسمی خلاصه میشه و زن رو یک وسیله میبینه، حتی اون مردانی که با حکومت جمهوری اسلامی مخالفن، نگاهی که جمهوری اسلامی درست کرده نسبت به زن نگاه بسیار مخربی است. یعنی یه کاری کرده این حکومت در این 14 و نیم که اصلا مردان ایرانی به هر یک زن ایرانی به صورت یک زن تنفروش و یک زن خراب و یک زن بیمار و یک زن بی ارزش و یک زن بی حقیر بی در واقع بها نگاه میکنه. برای همین هم هست که شما یک زن آبرومند که داره در کنار خیابونهای ایران را میره، جلوش 30 تا ماشین ترمز میکنن و
فحاشی میکنن و الفاظ و متلک‌گویی های زشت میکنن و تحقیر میکنن اون زن رو، یعنی این زن رو فقط به شکل یک وسیله لذت جویی و یک موجود به شدت بی ارزش که فقط اومده اون گوشه خیابون اگر داره راه میره تاکسی میگیره حتما تن فروشه نگاه میکنن. و این کاریست که جمهوری اسلامی کرده، برای که شما پیش از انقلاب چنین چیزی نمیدیدید. این همه زنان ایران آزاد بودن، همه با مایوی دو تیکه کنار دریا، استخر، توی نمیدونم با مینی ژوب تو خیابونها، تو کاباره‌ها، تو دانسینگ‌ها، تو فروشگاه‌ها، همه جا شما زنان رو بی حجاب با لباس‌های خیلی باز میدیدید. و هیچ مردی در ایران به یک زنی که در کنار خیابون ایستاده بود تاکسی بگیره، به چشم یک زن بد یا یک زن تن فروش یا یک زن بی ارزش یا یک زن بی اخلاق یا مثلا به هر حال فاسد یا هر چیزی نگاه نمی کرد. امروزه حتی مادر با فرزندش کنار خیابون که وای میسته، به چشم یک زن تن فروش بهش نگاه میشه. و این کاریست که جمهوری اسلامی کرده. و این جالبه که حتی این مردانی که خودشون مخالف این حکومت هستن، حتی این مردانی که وقتی شما در شبکه‌های اجتماعی میان میبینین حرف میزنن راجع به سیاست، برای شما یک ساعت سخنرانی‌های دراز و طویل میکنن، توی این اتاق‌های کلاب هاوس ببینین میان چه سخنرانی‌ها و چه قرط و قرط‌هایی میکنن درباره این که بله این حکومت آدمکشان و صفاکان و این حکومت دزدان و ملایان و اینها، ولی همین مردهایی که مخالف این حکومت هستن چرا در کنار خیابون یک زن رو میبینن باهاش به شکل یک زن بدنام یا یک زن تنفروش یا یک زن بی ارزش نگاه میکنن؟ برای چی حتی کسانی که شما میبینید و میشناسید، زنانی که فعال هستن، زنانی که سیاسی هستن، مثل بانو حجاب که مثلا در زندان هست، یا مثل همین بانو موحد، ویدا موحدی که گرفتن و یک سال در زندان گذاشت، چرا حتی چنین زنان خوشنام و مبارزی رو وقتی میخوان در موردشون حرف بزنن، هزار و یک بدی میان زیر پست‌های گوناگون میزنن و فحاشی میکنن و حرفای زشت میزنن به این گونه زنان؟ حتی همون مردهایی که دارن میگن ما با این حکومت مخالفیم، ما حتی با قوانین اسلامی مخالفیم، ولی همین مردانی هستن که بلافاصله که نخستین سر و کارشون با دادگستری میفته، همینهایی که مخالف این حکومتن نهایت استفاده رو میکنن از قوانین اسلامی در دادسراها و دادگستری ها. اگر میخوان ارث بگیرن همشون میدونن میرن میگن حق ما مثلا دو برابر خواهرمونه، یا اگه میخوان زنشون رو طلاق بدن پا میشن میرن از حقوقشون استفاده میکنن به عنوان حقوق اسلامی و قانون شریعه و زنشون رو مثلا طلاق میدن، میخوان مهریه بدن نمیدن و زناشون رو میپیچونن، میخوان حضانت فرزندشون رو بگیرن میدونن میرن و از حقوق اسلامیشون در دادگاه ها استفاده میکنن. پس چگونه است که این برای ما جالبه که اگر شما ایرانی هستید و اگر شما مخالف این حکومت هستید و اگر شما مبارز هستید و اگر شما میدونید که این چه که بر ایران اومده فقط یک حکومت اسلامی نیست، دنباله 1400 سال تحقیر و تو سری خوردن و بدبختی کشیدن این ملت از این آیین وارداتی است که امثال این آخوندها رو دوباره بر ما مستولی کرد و همین کار رو در افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و لبنان و ترکیه داره میکنه، ولی چگونه است که هنگامی که به حقوق خودتون میرسه میرین سریع از تمام مواهب جمهوری اسلامی و قوانین اسلامیتون استفاده میکنید؟ اگر این حکومت بده و اگر این اسلام بده، شما چگونه ایرانیانی هستید که اینقدر میتونید بی انصاف باشید و اینقدر در واقع بی شرافتی بکنید که اگر با یک حکومتی بدین چرا از قوانینش استفاده میکنید به نفع خودتون؟ و در ثانی اگر شما واقعا با این حکومت مخالفید، چرا شمایی که با این حکومت موافقین خودتون چماق و چوبی هستید بر سر زنان ایران؟ چرا ما وقتی که در روزنامه‌مون رو باید باز بکنیم اسید پاشی باید ببینیم؟ چرا ما باید قتل ناموسی داشته باشیم که یک مرد سر زنش یا دخترش یا نامزدش رو میبره؟ چرا ما باید یه همچین صحنه هایی، یه همچین خشونت هایی رو علیه زنانمون ببینیم؟ و این آن چیزیست که جمهوری اسلامی انجام داده که من به شما میگم دو برابر آنچه که بر همه مردم ایران رفته بر زنان ایران رفته.
و این اون ستم مضاعفی است که اگر این حکومت بر همه مردم کرده، نه تنها خود این حکومت این ستم رو بر زنان برده، که نیمه دیگر جامعه ایران هم این ستم رو بر اون نیمه دیگه افسون بر حکومت داره میبره و انجام میده. و این هست که دردناک در مورد زنان ایران، و این هست که جمهوری اسلامی از این روی هست که جمهوری اسلامی دو برابر مردان از زنان میترسه، که اگر نمیترسید تلاش نمیکرد انقدر زن رو سرکوب بکنه و خفه بکنه و جلوه و وجهه زن رو بیاره پایین در حد یک عروسک کوکی وسیله سرویستهی به مرد. ببینید این اتفاقی است که در ایران ما افتاده در حال حاضر. بفرمایید. درسته بانو آرتیموس. البته این هم بگیم که اون مردانی که شدن ابزار سرکوب جمهوری اسلامی حاصل تربیت همین حکومتی هستش که زن ستیزه. شما نمیتونن از مردی که هنوز باور داره که خواهر و مادرش باید پوشششون به پوشش حضرت فاطمه مثلا الگوشون باشه در 1400 سال پیش، اینا بیان مدافع حقوق زن بشن. البته ما مدافعان حقوقی هم داریم که خودشون زن هستن ولی خودشون بر علیه زن هستن، زنان دیگه جامعه هستن. ما کم نمیبینیم فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق بشری رو که میان تبعیض قائل میشن بین زنانی که ایران دوست هستن و ضد تمامیت جمهوری اسلامی هستن، با زنانی که در باطن اصلاح طلب هستن یا موره ها و بازیگرهای همین حکومت هستن و ابزار دست کسانی هستن که دارن شانتاجشون میکنن، بهشون پروبال میدن، در رسانه صداشون میشن، اگر یک حالا یه نمایشنامه براشون مینویسن و اینها میشن بازیگرهای همون نمایشنامه به سناریو. با خانم بیدا مبهد رو که اسمشون آورید، کجا دیگه شما دیدین خانم اومد به صورت زنی که اومد به حجاب اعتراض کرد و بعد از اون چند نفر دیگه که الان شدن بلندگوی خانم ستوده و دیگرانی در ایران هستن، یعنی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی هستن، اونها هستن که مرتب خودشون رو فعال حقوق زنان مینامن و در کشورهای دیگه دارن بر علیه زنان سمتش کنن. زنان ایران امروز دردشون فقط حجاب نیستش. ما میتونیم حجاب از سر برداریم اما طبق همون قانون قبلی، حالا یه ذره جمهوری دموکراتیکی که الان دارن ازش دم میزنن، یا به قولی جمهوری بدون اسلام، یا حالا فدرالیسم که اینا میخوان به شکل‌های مختلفی که جمهوری اسلامی خواهان این نوع حکومت هست، یعنی کسانی که دوست دارن اصل حکومت باشه، یعنی حکومت جمهوری، حالا اسلامشو بردارن اما در واقع ایرانی ها بر نگردن و اصل و اصالت خودشون که همون حکومت پادشاهیه و ثابت شد در طول این چند هزار سال که ما فقط با پادشاهی میتونیم حقوق برابر برای زنان داشته باشیم. ما داشتیم بعد از 1400 سال حکومت های مثل قاجار، مثل دیگران، مثل صفویه، حتی نادرشاه افشار با اون همه فتوحاتی که برای ایران انجام داد، اونجا همش دنبال حل اختلاف بین شیعه و سنی بود. حالا امیدوارم کسی از من ناراحت نشه، منتها زن همچنان در اندرونی بود و زن در هیچ جای سپاه نادر ما ندیدیم زنی بیاد و پا به پای نادرشاه افشار بجنگه برای نجات ایران. ولی ما قبل از اون زنان بسیار نامداری داریم برای خاک ایران در زمانی که حکومت واقعا پادشاهی و بعدش در حکومت پهلوی، در شاهنشاهی پهلوی فقط ما شاهد این مسائل بودیم که زن دوباره از پستو بیرون کشیده شد و شد بانو و شد زنی که میتونه برای ایران بجنگه. و البته یه سوال هم اینجا من از شما دارم که جوابش مشخصه، فقط میخوام بیننده های عزیز، کسایی که این برنامه رو ببینن، ببینید هستم زنایی که امروزه همونطوری که قبلا هم اشاره کردم را افتادن دنبال حقوق بشر و حقوق زنان، که در یکی دو صاحبه من قبلا یکی روز گذشته دیدم بسیار اصلا به هم ریخت که میگن ما در زمان پهلوی، زنان در زمان پهلوی آزادی نداشتن و نمیان شجاعانه و بدون از بغض و عقده بگن که بابا چون همه حق و حقوق رو شاهان پهلوی یک جا بدون اینکه زن ایرانی براش تلاش بکنه در اختیارش گذاشتن، خب دیگه چیزی نبود که ما باش کاسبی بکنیم. یعنی زنان چپ همش دنبال اینن که پهلوی بکنن و
حتی اشاره نمی‌کنن که بابا اصلا بیان مقایسه کنین دوران پهلوی رو با پدراتون و مادراتون، هم بهتون نگفتن که آقا اونا در زمان قاجار بودن دیگه، مگه ما چند سال حکومت پهلوی داشتیم؟ بالاخره زنده کاملا هاشون بودن که ازشون بپرسن. حالا من یه اینو از شما میخوام که بعد از این صحبت من در موردش توضیح به بینندگان من عزیز اینو باز کنیم براش، بابا اینا واقعا حقوق زنان یا حقوق بشر دنبال این چیزا نیستن، دنبال اینا که همچنان پهلوی ستیزی بکنن، چون درسته. میدونن تنها دوره‌ای که زن ایرانی بعد از 1400 سال به اوج افتخار و جایگاه مخصوص خودش رسید زمان پهلوی بوده. یکی این، یکی درسته. اینکه این روزا خیلی ایران، خب میبینیم که توی دو سه روز گذشته ایران همه شهرهای کوچیک ایران مخصوصا خوزستان همه ریختن بیرون و بله. حقشون رو میخوان. اینقدر زندگی در ایران سخت شده، نه فقط برای زنان، برای تمام افراد اون کشور، که دیگه الان جنگ جنگ نانه، جنگ جنگ اینه که بتونن زنده بمونن. درسته. امیدوارم، مطمئنم که جمهوری اسلامی میره، چون از هر نظر این حکومت در سراشیبی سقوط. درست. امیدوارم فرد این روزها یاد این مردمی که شاید دلخور بشن از ما، اما باید واقع بین باشه، مردمی که به سرعت فراموش میکنن و درست. ناسپاسی میکنن، امیدوارم این روزها در ذهن این مردم بمونه که دوباره بعد از اینکه حکومت پادشاهی برگشت، که همشون دارن صدا میزنن در خیابان، ما مگه کسی دیگه رو صداشون، یعنی نمیشه کسی دیگه رو صدا بزنن، همه میگن ای شاه ایران برگرد به ایران، جاوید شاه رو دارون پد شد. پس یعنی مردم خواهان حکومت پادشاهی هستن. حالا هر چقدر هم میخوان این جمهوری طلبا و فدرالیست ها هی بشینن برای خودشون درست. جلسه و میتینگ و نمیدونم تو این شبکه های لندنی بذارم، امیدوارم این کاملا روزا یادشون بمونه وقتی سیر شدن دوباره، وقتی این حکومت شاهنشاه و شاهزاده برگشت ایران و مردم سیر شدن دوباره نریزن تو خیابون به حرف اخیر خود شاهزاده، دوباره بگن مقدر شاه. امیدوارم این میدونین مردم این روزا رو خوب یادشون بمونه. دقیقا همینطوری که میگین. نکته جالبی که شما اشاره کردید اینه که گفتین یک سری از همین زنها هستن که خودشون زن ستیزن، یعنی این در واقع ستم این حکومت رو بر زنان در واقع میشه گفت، حتی تا حالا هم گفتیم دو برابر، میتونیم بگیم از دو برابر هم بیشتر، برای که ما حتی یک عده از زنان علاوه بر حکومت، علاوه بر اون مردانی که حتی با حکومت هایی موافقن میان و قوانین زن ستیزش رو، قوانین اسلامی و شریعتش رو به نفع خودشون هر زمان لازم هست استفاده میکنن و تو سر زن و بچه ها و دختران و خواهران خودشون به نوعی دارن میزنن، ما بخش سومی هم داریم، زنانی که خودشون بخشی از این حکومت هستن یا حتی اگر بخشی از این حکومت هم نیستن در دسته اون مغز فندقی های اسلام زده هستن که خودشون علیه زنان ایران چماقشون بلنده و سعی میکنن خودشون علیه زنان دیگر ایران، زنانی که باورمند نه به این حکومت هستن نه به اون آیین هستن، بشن یه چماقی تو سر اونها بزنن، این کار رو دشوارتر میکنه. ولی نکته جالب به دیگه اینه که این بحثی که زنان چپی و در واقع میشه گفت حتی زنانی که یه عده‌شون هم ملی مذهبی به اصطلاح بودن و این مبحث رو مطرح میکردن و حتی میرفتن عقبتر از دوران شاه، میگفتن که مخالفای رضا شاه هم حتی بودن، میگفتن که رضا شاه با کشف حجاب آزادی پوشش رو نقض کرد و در واقع میان بین پدیده کشف حجاب و حجاب اجباری میخوان یه همسانی برقرار بکنن، اینا عمدتا همون چپگراها هستن و این همون فمینیستای چپگرا هستن و عمر همچین ادعایی، عمر همچین بحثی به اندازه عمر جمهوری اسلامی، یعنی 40 اندی سال این مباحث که همینجور که گفتین عمدتا از طرف چپها و کسانی مطرح میشه که به اصلاح طلبی و اینطور مسائل اعتقاد داشتن، تای دلشون به جمهوری اسلامی بود و فقط به خاطر جمهوری بودنش، فقط به خاطر ستیزی که با سیستم پادشاهی دارن و بعد هم میان میگن که نه مثلا در دوران رضا شاه این خودش ستم، اولا که اصلا ما در دوران قاجار اصلا آزادی نداشتیم که چه برسه مردم بخوام با آزادی انتخاب پوشش بکنن، یک. دوم اینکه همین بانو زرابی، ملوک زرابی رو زن وقتی اولین بار حجاب از سر برداشت و تو هتل، اسم هتل یادم رفت، اجرا داشت بله. و مردها زنی نمیرفت ببینه و همون زنا تو کوچه وقتی از کنسرتش یا حالا اجراش اومده بود بیرون تا در حد مرد این زن رو زده بودن که تو باعث
به انحراف کشیدن ننگ مایی. مغزایی باشه. فکر کنم آره زنا اون زمان بلند شدن دقیقا بیچاره رو تا این حد، در حد مرگ و دقیقا. و فرزاد. شما فکر کنید در یک چنین جامعه اگر رضا شاه نمی اومد اون کشف حجاب رو اجباری بکنه، اصلا هرگز به میل خود اون مردم و اون جامعه زن ستیز مرد سالار 1400 سال خو گرفته با زن رو در چارچوب نمیدن در پستوها قایم بکنن، هرگز چنین کاری نمی کردن که خودشون بیان آزادی انتخاب داشت انتخاب بکنن و حالا بذارن یه عده زناشون بی حجاب بیان. اگر این قانون پشتش نبود و اون چوب تر قانون نبود که زن رو به زورم که شده از پستو بکشه بیرون، بفرسته مدرسه، بفرسته تو عرصه کار، اجتماع، زندگی نرمال، هرگز ایران روی خوشی نمی دید. همین حرف بی ربط و بی پایه رو هم همچین زنان چپی و این فمینیست چپا و این حرفا درباره دوران شاهنشاه آریامهر میزنن که برمیگردن میگن که نه نمیدونم زمان شاه ما آزادی نداشتیم. اولا که اصلا این چپ ها حرفی که میزدن به نظر از نظر آزادی اصلا موضوع این بود که کس نمیگفتن اصلا کدوم آزادی، اصلا چه نوع آزادی شما مد نظرتونه که ما وجود نداره دنبالش هستیم. آزادی زندگی فردی که بود، آزادی اجتماعی که بود، آزادی اشتغال که بود، آزادی سرمایه گذاری که بود، آزادی ورود و خروج از کشور و انتخاب محل زندگیتون و همه چیزتون بود. و بعدم اینکه چه نوع چه چیزی در اون مملکت نبود که آزاد باشیم. بعدم همه اینهایی که میگن نه ما اون موقع مثلا از 50,000 تا کتابی که در بازار بود دوتاش نبود، ما اون دوتا رو میخواستیم، شما اون 50,000 عنوان کتاب دیگه که آن زمان در بازار کتابهای ایرانی فروخته میشد همه رو شما خونده بودین، دیگه الان محتاج 3-4 تا کتاب شاخ شکسته چپی بودین با اون عقاید خراب مغزای خرابشون که بعدن هم تو دنیا همه اینها منجر به شکست شد و نخنما شدن و بی استفاده بودن و اشتباه بودن همه این نظریات رو شد دیگه. و الان برای همه دنیا رو شد که چپ و اندیشه های چپ و کامیونیسم و این حرف همه شکست خورد و به جایی نرسید در جهان. حالا شما از اون همه به اصطلاح عناوین گوناگون کتاب‌های سیاسی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و غیره که در ایران به چاپ میرسید همه رو شما مطالعه کرده بودین و مشکلاتتون همه حل شده بود، دو تا و نصفی کتاب مزخرف ماکسیم گورکی گیرتون نمیومد و اینو به خاطر همین شما ناراحت بودین و باید انقلاب میکردین. خب ببینید چقدر حرفا بی پایه و بی اساس و چقدر دروغ بود. و از سوی دیگه این خیلی عظیم زنان و دخترانی که در جامعه میرفتن دانشگاه، شما همه اینا رو نادیده گرفتین، نگران این بودین که چرا 4 تا و نصف آدم نمیتونه با چادر مقنعه بره مدرسه، تازه ما چیزی تحت عنوان نمیدونم اصلا حجاب میتونستن، ما این همه فیلم و ویدیو و عکس از اون زمان مونده. خیلی هم زمان چیز نیستش، 43 سال پیش بوده، 45 سال پیش بوده بابا، همه چی مستنده. شما حتی مستندات دارین بر علیه اون دارین میخواین، حتی این چیزایی که وجود داره و مردم دارن میبینن رو دارین انکار میکنین. این هم درده برای جامعه ما و زنانی که دنبال اینا را میوفتن. واقعا شما چطور دارین فکر میکنین در مورد خودتون؟ به شعور خودتون حداقل دوری نکنین و پشت سر اینا را نیافتین. به قولن تو این گوری که اینا دارن چیز میکنن یه دونه استخون هم پیدا نمیشه. اینها دیگه نشون دادن که خودشون برای حفظ یک جایگاه، یک اسم، یک رست حاضرن از هم نوع و هم جنس خودشون پله بسازن. شما مگه نمیبینین خودشون با خودشون دارن چیکار میکنن؟ بعد شما میخواین پشت سر این جماعت وایسین بگین که اینها پیشرو ما باشن، همون چیزی که 1400 سال کردن مرد زن ایرانی که فاطمه و زینبی که هیچ ارزشی از نظر زن و زنانگی نداشتن کردن قربون زن ایرانی. دقیقا همینطوره. و چطور این زنان چپ، اینهایی که اینقدر ادای حقوق بشر رو میخوان در بیارن، شما چطور نمیدیدید در زمان پیش از انقلاب شما چیزی تحت عنوان اسید پاشی هرگز مردم ایران به گوشش خورده بود؟ ما قتل داشتیم که مردم بیان وسط خیابون وایسن سر زنشون رو گوش تا گوش کنار جوب ببرن و بقیه هم وایسن نگاه کنن. ما همچین اتفاقاتی در دوران پیش از انقلاب داشتیم. کودک همسری بزرگترین نقض حقوق بشر کودک همسری است. شما هرگز در زمان شاه قانون ازدواج، سن ازدواج رو در دوران شاه رسونده بودن به 16 سال و زیر 16 سال تحت هیچ عنوان
قانونی نبود مگر میرفتن در دادگاه و طبق چه شرایط خاصی و چه اتفاقات نادری دادگاه رأی میداد مثلا یه دختر 14 ساله و 15 ساله ازدواج بکنه. شما این همه اتفاقات درخشانی که به جهت حقوق بشر بود در حفظ حقوق زنان و کودکان و ایرانیان بود همه اینها رو نادیده میگرفتین. شما ببینید تا ترکیه و عربستان همین چند سال پیش تازه قانونی رسوندن تصویب کردن که کودک همسری رو ممنوع بکنن. ما در 45 سال پیش و 50 سال پیش ما این قوانین رو داشتیم و از جا داره یاد بکنیم از زنده یاد مهرنگیز منوچهریان که واقعا شاه ماهی حقوقدانان زن در ایران بود و کسی بود که اساسا اوایل دهه 20 این بحث رو مطرح کرده بود که چرا ولیعهد نتونه زن باشه. یعنی حتی به اینجا رسیده بود قوانین و اینجا رسیده بودن زنان ایران که نخستین کسی که اومد مطرح کرد چرا ولیعهد ایران نباید زن باشه چنین افکار پیشرفته و برجسته‌ای و چنین قانون حمایت از خانواده و زنان و کودکانی ما داشتیم و دیدیم که همین بانو منوچهریان در سناتور بودن، خب در مجلس سنا، و چگونه حتی نگاه محمد رضا شاه بهش مثبت بود به این مسئله که حتی یعنی ما باید قاعدتا بتونیم ولیعهدمون اگه لازم باشه زن باشه، که منتهای چه کسانی همون زمان هم مخالف بودن با اینکه ولیعهد ایران زن باشه؟ همین آخوندها، همین روحانیون که نه، اگرم که قرار پادشاهی باشه باید پادشاه فقط مرد باشه ولا غیر. یعنی شما ببینید همین هایی که همین زن های چپی که میان درباره این به اصطلاح این که حقوق زنان در زمان شاه چگونه بوده، ما به جای رسیده بودیم که حقوق و جایگاه زن کاملا محترم و برابر با مردان بود و حق دیدیم که بحث های حق رأی زنان، ایستادگی شاه در برابر آخوندها که مخالف بودن با این که حق رأی به زنان داده بشه، و تمام این در واقع اتفاقات درخشانی که افتاد و به ویژه اوج ترفیع زن در جامعه رو خود شهبانو میتونیم ببینیم. هنگامی که نخستین بار در ایران در پس از 1400 سال نخستین بار یک زن شد نایب السلطنه، که این رخداد بسیار مهمی بود. یعنی اینکه اگر شاه نباشه و ولیعهد به 18 سالگی نرسه، نایب السلطنه شهبانو یک جامعه باشه. فکر کنید این همه اتفاقات خوب اگر شماها راست میگین و واقعا دنبال حقوق زنان بودین چطور به این همه اتفاقات درخشان اشاره نمی کنین. و جالبه این آزادی که اینا دربارش حرف میزنن یک چیز مبهم ناشناخته ای که اصلا معلوم نیست، اینا خودشون هم هیچی نمیدونستن. میدونین این مشکل چپهای ما این بود که اصلا خود اینا هم هیچی حالیشون نبود. اینا نه چیزی خونده بودن نه اطلاعاتی داشتن. چند تا جزوه دستی که امثال خودشون نوشته بودن در سطح این حزب توده و اون مجاهدین و اینا دست به دست میشد و اصلا اینا هیچ چیز عمیقی، هیچ معلومات عمیقی نه راجع به انواع حکومت میدونستن در ایران، نه راجع به تاریخ ایران میدونستن، نه راجع به زنان ایران میدونستن، نه در مورد حقوق ایرانیان میدونستن، نه هیچ معلومات عمیقی نداشتن. یک مش آدم سطحی گفتم به شما، نظیر هم ناطق، حتی هم ناطق خودش بعدا اومد و پشیمانیشو اعلام کرد، ولی امثال اون سیمین دانشور و اینها بودن که واقعا بعضیا چهارپا به دنیا میان چهارپا از دنیا میرن و اینا جز اون دسته بودن و یه عده‌شون هم حتی هنوز این اصرار رو دارن که نه ما در زمان شاه حقوق زنان نداشتیم. برای کسانی که این حرفا رو میزنن فقط همین چند نمونه‌ای که ما تو این برنامه امروز اشاره کردیم، اگر که اینا بتونن به عنوان حقوق زن در جایی که در هیچ جای خاورمیانه در آن دوران هیچ کدوم این حقوق وجود نداشت برای زنان دیگه، ازدواج کودک به اصطلاح همسری یا ازدواج دختران خردسال در همه خاورمیانه آن زمان انجام میشد که در ایران ممنوع بود، سناتورهای زنی که در ایران بود، حقوقی که زنان ایران داشتن از وزیر و سفیر و همه اینهایی که ما داشتیم، حقوق خانواده‌ای که داشتیم، موقعیت‌های مشابه و کاملا
برابری که زنان میتونستن در عرصه اجتماع، سیاست، ارتش، اقتصاد و هر جایی که میخواستن میتونستن در هر کاری که مردانه بود زنان هم میتونستن همون زمان وارد بشن و بسیاری از اینهای دیگه نظیر این که حتی نظر این که ولیعهد هم حتی زن باشه و نائب السلطنه هم در ایران زن بود. این اتفاقاتی بود که در هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه در اون دوران نیفتاده بود و من نمیدونم این چپ‌ها داشتن استناد به چه آرمان شهر خیالی در وجود خودشون در مغزهای معیوب و مریض خودشون میکردن، چیزی که اصلا وجود خارجی نداشت، در واقع برای خودشون ساخته بودن و اصرار هم داشتن که باید حکومت پهلوی بره تا به اون آرمان شهر خیالی که اصلا وجود خارجی هم نداشت برسن. که دیدیم هم جالبینه بارو آرتمیس که من اتفاقا دیشب داشتم به این فکر میکردم که اینها چپ‌ها، مجاهدین، فدایان خلق، توده‌ای ها، اینها زمان شاهنشاه فقید چطور میرفتن گروه های چریکی تروریستی درست میکردن و با حکومت با مردم در واقع، یعنی با حکومت میجنگیدن، در واقع با مردم ایران جنگیدن، چون شاهره و مردم و اون ملت بیچاره شدن، خودشون هم فرار کردن، رفتن تو همون کشورهای پادشاهی دارن زندگیشون می‌کنن. منتها من جالبه که ما اینها اومدن تو ریختن و تا تونستن خرابکاری کردن و خب حکومت شاهنشاهی هم از ایران رفت و دقیقاً دارن تبلیغ چیزهایی رو می‌کنن زنای بخت برگشته ما به دست بیارن که همه رو داشتن. آخه این دیگه فیستشم در حق زن ایرانی، مثلا این آزادی هایی باشه که چادرت و شالت و برد داری، سفید باشه، آبی باشه، نمیدونم رنگی باشه، بابا ما همه اینا رو داشتیم. مثلا زن ایرانی با رفتن اینها و برگشت حکومت پادشاهی نیاز به این مسخره بازی ها نداره. و اینها و اینکه اینها چرا الان که جمهوری اسلامی جون مرو به لبش میاد، الان چرا از توانایی چریکیشون تروریستیشون استفاده نمی‌کنن برای سرکوب و نابودی جمهوری اسلامی؟ نشستن دارن مثل انسان که در واقع انسان نیستن، من علنا و شفافا میگم واقعا انسان نیستن، مگه میشه انسان این از عقلش کار نکنه که از یک دوره‌ای که اوج رفاه مردم ایران بوده، از هر نظر تو اوج بودن مردم بکشونن پایین، الان میخوام بیام دوباره بگم مردم بیارید که کشته بشه تو همون چیزی که داشتیم ماها چپ ها تو دیا ازمون گرفتن دوباره به ما برگردن و انتظار دارن مردم از این پشتیبانی کنن و این خنده داره و همه چی از سری مصادره میکنن میزنن به اسم خودش. درسته، کاملا همینطوره متاسفانه. ولی میدونین یک عده از افراد اشتباه کردن و خب اومدن به اشتباهشون هم اعتراف کردن و عذرخواهی هم از مردم ایران کردن. درسته این هم گناهکارن، ولی حداقل موقعی که شروع کردن و فهمیدن این رو اومدن اعلام کردن. ولی یک عده‌ای هستن که نه آن زمان فهمیدن نه اکنون میفهمند و نه هرگز دیگه خواهند فهمید، برای که اینا آدمایی هستن که خودشون در واقع خودشون رو به خواب میزنن و خودشون مغزاشون رو کاملا قفل و بست زدن و اجازه نمیدن که اصلا اندیشه نو و سیستم جدیدی به مغزشون راه پیدا کنه و فکر کنن به اشتباهاتشون، یا اینکه شاید هم فکر میکنن به قول معروف برای لوتی افته، حالا که ما یه غلطی کردیم و مردم رو بدبخت کردیم، نه حالا دیگه مگه ما میتونیم از نظرمون برگردیم؟ حالا دیگه تا قیام قیامت هم ما باید همیشه برگردیم همون کاری که سیمین دانشور میکرد، که یک بار دیگه من برگردم به اون دوران بازم من میرم انقلاب میکنم. خب الحمدلله که دیدیم که میگن ماه پشت ابر نمیمونه دیگه. مردم ایران اگه برای هیچ جای جهان که مردم حکومت اسلامی داشتن به این نتیجه نرسیده باشن، مردم ایران یکی به این نتیجه رسیدن که این شعارها و این دکانداران این دین وارداتی هنگامی که قدرت میگیرن میتونن چه بلایی به سرشون بیارن و چگونه این ملت رو از هر جایی که بود، از هر چیزی که داشت بهش دست پیدا میکرد، بردن به قعر چاه جمکران. حالا این برای ما جوانترها، برای این نسل و برای نسل‌های بعد باید درس خوبی باشه، برای اینکه بدونیم که ما رها نخواهیم شد و این کشور روی آبادی و در واقع آزادی و روی پیشرفت و سازندگی رو نخواهد دید، مگر اینکه بعد از اینکه می‌خوایم از این حکومت خلاص بشیم، همزمان ما باید هم از این حکومت هم از اون ایدئولوژی اسلامیش خلاص بشیم که بتونیم برگردیم از نو ایرانی بشیم. و برای که ما ایرانی بشیم
بایستی حتما اسلامی نباشیم، برای که این دوتا با هم جمع نمیشه. و اگر ما ایرانی بشیم در همون چارچوب سیستم کشورداری ایرانی، اندیشه ایرانی، منش ایرانی، خواه و ناخواه تمام این جامعه از پایین ترین جایگاه و لایه ها ساخته خواهد شد تا بالا. منتها ما بایستی از نو ایرانی بشیم و از نو سیستم خودمون، سیستم ایرانی خودمون، نه سیستم هایی که در غرب، نه سیستم هایی که در شرق، سیستم بومی، ملی، تاریخی و آنچه که برای این کشور کار میکنه باید بر سر کار بیاریم. و این نه به معنی دیکتاتوری بوده در طول تاریخ ما، نه به معنی خفقان بوده، نه به معنی ایرانی بوده، نه به معنی ستمگری بوده. هرگز در دورانی که ما با سیستم ایرانی خودمون زندگی کردیم هیچ وقت هیچ مشکل و مصیبتی به سرمون نیامده. این تنها راهی است که داریم و امیدوارم هستم که این زنانی که جمهوری اسلامی این همه ازشون میترسه، خودشون پیشتازان و نشان دهندگان راه این مبارزات باشن به آینده ایران و خودشون قراولان، پیش قراولان در واقع سازندگی ایران باشن در آینده. با امید اون روز واقعا. و میدونیم بانو آرتمیس که قبلانم گفتم ایران، قسمت هایی از شهرهای ایران دوباره اعتراض به جمهوری اسلامی رو شروع کردن، امیدوارم که بقیه شهرهای ایران دوباره نشینن و حمایت کنن که دیگه یک بار برای همیشه شر این حکومت سراسر پلیدی رو از سر این مردم واقعا ستم دیده کم کنن با دستای خودشون. هیچ کس، بازم ما میگیم هیچ کس در هیچ جای جهان به کمک مردم ما نخواهد اومد مگر خودتون بلند شین، رو پای خودتون وایسین و بخواین که این حکومت رو به زیر بکشین. با امید آزادی ایران و در آینده بسیار نزدیک، با امید رهایی از زنجیرهای فرسوده و زنگ زده اسلام و با امید اینکه همه ما یه روزی تو ایران دور هم جمع بشیم و بتونیم شاهد شکوفایی ایران و شاهد پیشرفت مردم ایران باشیم. اگر صحبت پایانی دارید بانو آرتمیس، سپاسگزارم از شما. یک یادی بکنیم از شادروان مانوک، مانوک خدابخشیان، خودش اهل آبادان بود و همیشه اینو میگفت، میگفت ایران شورش هاش از خوزستان آغاز خواهد شد و سرنگونی این حکومت هم از خوزستان آغاز میشه. به نظر میسه در تمام این جنبش های اخیر خوزستان یکی از مهمترین ارکان خیزش های مردم بوده و یکی از بخش های مهمی است برای اینکه مردم خوزستان واقعا دیگه چیزی نمونده که از دست نداده باشن. برای همینم هم بقیه مردم ایران باید بپیوندن به این شورش هایی که، یعنی این خیزش هایی که در واقع مبارزاتی که داره علیه این حکومت انجام میشه. و اکنون که این حکومت در یکی از ضعیفترین موقعیت های خودش در تمام این 44 سال هست، قیام های میلیونی میتونه این حکومت رو سرنگون کنه و ایران رو و همه ما رو نجات بده. سپاس از شما و پاینده ایران. سپاس از شما بانو آرتمیس عزیز. پاینده ایران یک پارچه، جاوید شاه. بدرود.